زنگ تلفن صبح زود یک شنبه فقط مادرم میتوانست باشد. محاسبه تفاوت ساعت با پاریس برایش مشکل شده. تولدم را تبریک گفت. یک شنبه 10 سپتامبر. از پشت پنجره نیم نگاه جستجوگر مرد همسایه را دنبال میکنم. سگش مثل هر روز پای چپش را زیر چراغ برق جلوی خونم بلند کرده. عصر یک شنبه اینجا حس جمعه بعد از ظهر ایران را دارد. خیلی سال است که همه را نگه داشتم. ده ها بار اسباب کشی کردم و با خودم همه جا هی کشیدم. گفتم شاید یه روزی صاحبش بیاد و بگه خاطراتم رو توی کمد خونت جا گذاشتم. اما تا آخر عمر که نمیشه اینا رو با خودت همه جا بکشی. نه؟ یکی رو گوش کن. 7 آگوست. رضا سیبیل زنگ زد. شوکه شدم. گفت فرخزاد را تو خونش کشتن. یه سالن برای سخنرانی میخواد اجاره کنه. خواست برم براش ترجمه کنم. تازه از ایران اومده. خیلی فعاله. یه قصه عشقی هم نوشته. میخوای بخونم برات؟ همه روزاشو نوشته. تازه به 1000 مصیبت و بدبختی بعد از چند سال خودم را رسنده بودم پاریس. بازم میخوای همین داستانا رو بخونی؟ هنوز با آسمان خاکستریش عادت نکرده بودم که توی کلاس اولین روز کورس زبان فرانسوی نشسته بودم. بونجور را در همین خیابان توی راه یاد گرفته بودم و کلمه جوتم را از ایران با خودم داشتم. صدای قرج قرج خورده شدن سیب توجه هم را به پشت سرم جلب کرد. هر دو یک لحظه در چشمان هم خندیدیم. روز بعد صندلی بغل دستیش را رزرو کردم. مجاری بود. پدرش سفیر در فرانسه. از کتاب لغت همان روز کلمه مجاری را حفظ کردم و به نوشیدن قهوه دعوتش کردم. قهوه نوشیدنهای ما روزانه شد و دایره لغت مجاری من به فرانسه چربید. به همین سادگی اتفاق افتاد و توپولی وارد زندگی من شد. توی زندگی خیلی چیزا به من آموخت، هرچند سن و سالی نداشت. چرا توپولی؟ نوشته اولین کلمه بود به فارسی یاد گرفته بود. حتما توپول و چاق بود. عکسش هم اینجا بود. تمام خاطرات روزانه نوشته. خواستی بخون. از بس حولم کرده عکس رو جا انداختم. بس که عجله داری. باز یکی دیگه مقصره. 30 سال پیش هم که میومدی میگفتی مجبور شدم با عجله خودمو به این ور آب برسونم. سفر آن روز داستان دیگر است. بدون مقدمه چون زلزله شروع شد که فرصتی فکر کردن نداشتم. هیچ وقت براش فکر نکردی، ولی یک بار اون ناگهان اتفاق میفته. سفری است با چمدان خالی. چمدان خالی؟ نه، شما با چمدونی پر از رویا سوار اسب ابرا شدی. چمدونی که بعدها پر از ناگفته‌های جدیدتون شد. وقتی به این ور آب میرسین دو تا قصه داری. یکی برای مردم اینجا، یکی هم برای مردم اونجا. مثل یه بازیگر میشین که چهره دیگه ای از خودتون نشون میدین. بعدش هم میخواین همه چیزو عوض کنین و تغییر بدین. خیلیاتون هم حتی اسمتون هم عوض کردین. محمد شد میشه، رقیه شد رکسانا. سفری با چمدان خالی. بیخیال، بریم اینجا یه چای بخوریم. هر وقت دلتنگی میاد سراغت تو هم میای سراغ من که بریم یه چای بخوریم. یکی را بخونم برات. جمعه 16 مارچ. یک بسته پست از ایران برام فرستادن. بیمروت ها بسته را باز کرده و همه چیزا ریخته بودن به هم. سبزی قرمه، قاطی پسته و آلبالو خشک بود. شنبه 17 مارس. برنامه آتش بازی چهارشنبه‌سوری امسال مون به یک شنبه. ناهید خانم از سر کارش نتونست مرخصی بگیره. بچه ها گفتن خب فردا بریم.
مثل ایرانه، مثل جاده شما رو خودمونه. چفری پاریسی میگفت 5 روز هفته ساعت 5 عصر با ظرف شام شبم منتظر اتوبوس 37 هستم تا به سر کارم برم. وقتی اتوبوس به محل کارخانه میرسد و از نگاه های غریب دور میشوم، با دیدن کیوسک نگهبانی که تمام شب را باید به تنهایی در داخل آن سحر کنم، مرا با خود به یاد خاطره زندان شهرمون می کشد که لااقل عصرهایش 1 ساعت با دوستان هواخوری داشته و این سؤال ذهنم را خراش می دهد که اینجا چه می کنم؟ انگار گذشته ها همیشه زیباترند. 15 سال پیش شبها می اومدم توی سالن کارخانه هم گشت می زدم، هم گاهی میکروفون را باز میکردم و سخنرانی میکردم، داد میزدم، گله میکردم، گاهی رئیس کارخانه را هم بیرون میانداختم. خسته که میشدم توی کیوسک چرتی میزدم و فیلم میتماشا میکردم. این روزها انقدر دوربین زیاد شده که اونا دارن منو میپان، فقط مجبورم بشینم و خیره خیره نگاه کنم تا صبح بشود و کارکنان بیایند سر کارشان و من برگردم به خانه و بخوابم تا ساعت 5 عصری دیگه. نگاه کن این شمال ایرونه، تو حالا خودت پرسیدی که چرا اومدی؟ چرا اومدم؟ اومدم شبها تار و پود تنهایی رو رنگ کنم، فرش غربت ببافم. وقتی تفنگ رو رو گلوم فشار داد، سردی لوله رو حس کردم، گفتم دیگه باید برم، امنیت میخواستم. اومدم گاه گاهی اگه آفتابی دمید سلام میکنم به سایم. خب همونجا میموندی مثل صدها هزار نفر دیگه. مجبور بودم. وقتی مجبوری انتخابی نداری، وگرنه چرا باید آدم وابستگی و دلبستگیهاشو دور بریز و مهاجر بشه؟ اوائل میگفتیم پناهنده هستین، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، بعضیاتونم خودتونو تبعیدی مینامیدین، حالا هم شدین مهاجر. تو این ور آبم که تو رسانه ها بهتون میگن خارجی. مگه فرقی هم میکنه؟ خیلی هاتون هم که با پاس خودتون سوار هواپیما شدین و این ور آب پیاده شدین، نه دغدغه سیاسی داشتین
نه اقتصادی. دارا رو یادته؟ میگفت هفته ها توی راه بودیم، خیلی ها پولاشون رو قاچاقچی خورده بوده. میگفت ما شانس آوردیم، قاچاقچیمون آدم خیلی بدی نبود، لااقل با زن و بچه مسافرا کاری نداشت. حتی برای گرفتن جواب مثبت به هم یاد داده بود چی بگم. میگفت بگو مسیحی شدی یا همجنسگرایی. به هم برخورد، گفتم بی خیالمو همون مسیحی میشم. توی راه هم همه تاریخ حضرت مسیح و از حواریون و خواهنش از حفظ بودم، اما آخرین صلیب بستم به سینه رو قاطی میکردم، بالا پایین چپ راست، از پایین به بالا از راست به چپ، یاد نمیگرفتم، همش قاطی میکردم. همه یه جوری مجبور شدن، به دنبال راه چاره بودن، حاضر شدن سختی راه و دلتنگی ها رو بپذیرن. ما توی اقیانوس پریدیم پر از کوسه، تازه شنا کردن یاد گرفتیم، رسیدیم به ساحل نگران وضع اقامت. دارا میگفت دست به دامن قاچاقچی شدم تا یه داستان دیگه یادم بده که جواب بگیرم و دیپورت نشم. قاچاقچیه گفت بگو کتاب آیه های شیطانی تو خونمون پیدا کردن و مجبور شدم فرار کنم. میگفت وقتی فهمیدم به پیامبرمون بدی بیرا نوشته، گفتم نه، چرا باید من همچه کتابی رو میداشتم؟ قاچاقچیه گفت مجبوری، اگه میخوای جواب و اقامت بگیری باید اینا رو بگی. سر مصاحبه قاطی کرد، سلمان رشدی رو سلیمان رشدی گفت. بعدش هم مجبور شد بگه مترجم خوب ترجمه نکرده، مجبور شد از آمستردام بیاد پاریس، یه پناهندگی هم اونجا بگیره. وقتی بعد از 5 سال انتظار تونست جواب بگیره خوشحال بود. همون سال هم خانومش ازش جدا شد و دخترش رو برداشت و رفت. اوایل وانمود میکرد که مثل خیلی از طلاقا مصلحتیه که بتونن 2 تا حقوق بیکاری از دولت بگیرن، اما معلوم شد اونا هم دچار اپیدمی طلاق خارج از کشوری شد. تو این فاصله هم زبان را خوب یاد گرفته بود و هم شبانه دانشگاه هنر را تموم کرده بود. به همه میگفت وقتی میومدم دمو تو چمدون گذاشتم و کلیدشو انداختم تو دریا. برای همین همه یه جورای مجبور بودم. وقتی حواس کوبیدن شهر رو داشتیم به اینکه چی میخواییم بنا کنیم فکر نکردیم، شاید یه بازسازی کافی بود. این ور آبی هم مجبور بودم به خاطر داستان حقوق بشر و انسانی و چی و چی و چی اقامت و تابعیت رو مثل دستگاه کپی بیرون بدم. این داستان دیگه تموم شده. دارا میگفت به ما در باغ سبز نشون دادن، انگار بهشته. خیلی ها برای گریز از جهنم به این بهشت رو آوردن، خصوصا ما نسل اولیا. میگفت مهاجرت مثل یه جعبه شکلاته که نمیدونی چی تو اون جعبه نصیبت میشه. میگفت وقتی از خودم پرسیدم اصلا چرا اومدم، ساعت 5 صبح بود. مادرم پای تلفن میگفت فردا خاک سپاری پدر است و تو بسیار دور و من یک بار تنها. میگفت بغض داشتم و گریه را بی ثمر آرزو. همان روز تسلیم را پذیرفتم با شوهر جدید همسر سابقم دست بدهم و با زبان بیگانه خداحافظی کنم. پذیرفتم با دوست پسر خارجی دختر 15 سالم صبحانه بخورم و دیگر فقط میپذیرفتم. میگفت از گذر زمان و چرخش زمین چیزی حس نمی کنی، فقط سبدی پر از حسرت خالی در دست داری. بعضی چیزها را به خاطر میاری و خیلی خاطره ها را نه. بذار قصه توپولی رو باید بخونم. سالی میشد که توی اتاق زیر شیروانی پاریس با هم بودیم، اما پدرش به خاطر موقعیت شغلیش چندان راضی به روابط ما نبود. مأموریت پدرش که تمام میشد آنها میبایستی پاریس را ترک میکردند و این غمی بود که ما هر دو در دل داشتیم. یه روز توی کافه‌ای که نشسته بودیم تصمیم گرفتیم بریم استرالیا و آنجا زندگی کنیم تا بتونیم در کنار هم باشیم.
او رفت و من باید کارهای اداری و ویزا را برای رفتنم انجام میدادم و از نو چمدان مهاجرت را میبستم. هرچی دورتر سفر کنی انگار به بهش نزدیکتره، نه؟ یادمه مادرم میگفت وقتی هر کسی مملکت خود را ترک کند دیگه آواره میشه. من فکر میکنم وقتی یک بار اتفاق میفته دیگه عادت میکنیم. یک سالی در استرالیا زندگی کردیم. هنوز نمیدونم چرا برگشتیم به پاریس. میگن عشق توی کافه های پاریس زنده است. وقتی خانوادهش ما را دید انگاری پدرش راضی شده بود. گفت برو توی مجارستان همانجا ازدواج و زندگی کنید. توپولی رفت و من موندم که کارهای سفرم برای بوداپست انجام بدم. وقتی با ویزای سفرم به بوداپست موافقت نشد تازه فهمیدم به سفارش پدرش پاسپورت توپولی هم هنگام ورود به مجارستان ضبط شده. حالا دیگر کاملا از هم جدا افتاده بودیم. نداشتن ویزا نمیتوانست مرا از رسیدن به مقصد باز دارد. دفعه اول که با قاچاقچی ارمز کشور خارج میشدم یک شب مهتابی بود و من در کولباری از قاچاق در کوهان شتر جای گرفته بودم. قاچاقچی میگفت باید خیلی مواظب بود، شب مهتابی بیشتر توی دید هستیم. دارا میگفت وقتی رسیدیم پاکستان قاچاقچی همه 12 مسافر رو کرد توی خونه و گفت بیرون آفتابی نشی. ما هم نه کسی و نه جایی رو میشناختیم، گرسنه بودیم. من یه مقداری پول انگلیس و مارک تو وسایلم قایم کرده بودم، اما همش فکر میکردم برای خرید باید پول پاکستانی داشته باشم. نمیدونستم میتونم برم پولم رو چنج کنم و خرید کنم. همینجا رو میرفتیم رد کردیم، البته دقیقم نمیدونم. شما خیلیاتون عین دویدن فکر میکنید، مثل سرگردونی که دنبال مقصدی میگرده که آدرسشو بلد نیست، یا آدرسی نداره و دنبال مقصد میگرده. حیرونید. وقتی رسیدم فرودگاه پاریس ساعتها دور خودم میچرخیدم تا خروجی رو پیدا کنم. نگو که دارم دور خودم میچرخم. مرتب یک کیوسک و یه دختر زیبا رو میدیدم. تازه فهمیدم فرودگاه گرده. قصه روز اول ورود دارا به آمستردام شنیدنیه. میگفت بعد از مصاحبه تو فرودگاه ما رو بردن توی پانسیونی جا دادن. اومدم سر کوچه سرگوش یاب بدم. اولین سفر خارج از کشورم بود. به آرامی، با نگرانی، به خونه های آجوری، با درهای کوچیکش که آدم های بلند و درشت استخونی رفت آمد داشتن نگاه می کردن. یه هویی در ادامه نگاه هم به پنجره دیگری هیکل زن اوریانی رو دیدم. به سرعت رو برگردوندم تو تصور این که شاید از همون اومده باشه. اما چند گام دیگر وقتی دومی خانوم رو با همون وضعیت دیدم به پانسیون برگشتم و داستان رو به یکی از دوستان گفتم. باور نمی کرد تا اینکه با هم تا امتداد کوچه به سمت خانه های اوریان را افتادیم. خود من شک کرده بودم. مگه میشد؟ پای پنجره زده اوریان خبری نبود. پنجره دومی هم مثل پنجره اولی با پرده قرمز کشیده شده بود. مدت ها بعد داستان پرده قرمز رو فهمیدم. وقتی رفتم پاریس دنبال بهروز گشتم. یه دونه نقشه خریدم، میدونستم که اون توی محله به اسم بروکا زندگی میکنه. تو اون محل خیلی گشتم، تمام جعبه پستی ها رو خونه ها رو یکی یکی نگاه کردم تا اینکه بالاخره بعد از یک روز خورده تونستم به روز رو پیدا کنم. وقتی مرا دید خیلی شوکه شده بود که چطوری پیداش کردم. هم که از اون اوائل نه روی جعبه پستی و نه توی دفترچه تلفن اسم و فامیلی از خودتون نداشتیم. امنیتی بود، پیدا کردنش راحت بود. هر کی رو جعبه پست اسم نداشت حتما ایرانی بود. وقتی مهاجری فقط میدوی، نمیدونی به کجا و کی میرسی. اما این دویدن به خاطر رسیدن به آرزو و فرار از ترسه. دویدن
شروع و پایانش یه قصه است. کسی نمیدونه میدویی که به مقصد برسی یا رسیدی و از مقصد فرار میکنی. رفتم بلغارستان و آنجا دست به دامن قاچاقچی شدم تا خودم را به شهر بوداپست رساندم. هیچ آدرسی از توپولی نداشتم، فقط میدونستم خانه‌ای دارد نزدیک پل آتیلا. بوداپست شهر زیبایی است برای عاشقی. هوای دیدارش را داشتم. می‌خواستم شوق شیطنت چشمانش را از نو ببینم وقتی میگفت توپولی. همین خروجیه، بریم از این، بالاخره یه جایی میرسیم. بالاخره یه جایی میرسیم؟ مگه تو نمیای همیشه اینجا واسه خرید؟ چجوری راهشو گم میکنی؟ دارا اون اوائل همش یه ماشین حساب دستش بود و قیمتها رو میزد به ماشین. خانومش هم به سرعت به دلار تبدیل میکرد و بعدش هم دلار رو به تومن. بعدش هم همزمان سرشون رو تکون میدادن و میگفتن خیلی گرد. اوائل که پاریس بودیم یکی از بچه ها همش میگفت جایی میشناسه چرخکرش خیلی ارزونه. فرهاد کوبیده صداش میکردیم. از بس کوبیده درست میکرد. میگفت یه دختر زیبا و مهربون هم همیشه پای صندوقه و باهاش حرف میزنه. یه روز چند تا مهمون داشت. میره به جای یه بسته سه بسته چرخ کرده برمیداره. پای صندوق که میاد حساب کنه، دختره پای صندوق با خوشحالی ازش میپرسه بالاخره سگتون طولهاش رو زایید؟ خودش میگفت فقط سرم رو تکان میدادم که آره. بعدش هم که دیگه فرهاد لب به کوبیده نزد. بریم اینجا توی شهر یه جایی هست با حاله. شنبه 4 دسامبر. امروز صبحونه خونه داوود دعوت بودم. سالی یه بار کله پاچه بار میذاره. آقا ناصر هم بود. چقدر شکسته شده. از اون قدیمی هاست که نه ملیت اینجا را گرفته و نه هم ایران برگشته. همان پاس ایرانی قدیمی را داره. خانم داوود هر سال داستان آشنایی خود با داوود را تعریف میکنه. فکر کنم این داستان را چون میتونه به فارسی بگه برای همین هر سال سر میز تکرار میکنه. که داوود تازه مرا دوست میداشت صبحانه بیا پیش من گفت. من تعجب بودم. دعوت برای صبحانه. آمدم. یک قابلمه بزرگ دیدم روی پلک شوفان. در قابلمه را برداشتم. هوار کشیدم و دویدم به داوود. اینجا یکی از در داخل قابلمه به من نگاه میکنه. ما هم همگی که به اینجای قصه میرسه میخندیم و نشون میدیم لذت میبریم. هر دو پسر داوود با اینکه فارسی کمتر از مادرشان یاد گرفتن اما این قصه را حفظن و با ما میخندن. بعدش هم توی آشپزخونه با داوود داشتیم ظرفها را میشستیم. میگفت از ایران که برگشتم یه جوریم موندم، نمیدونم بچه ها را چه کار کنم. آدم اونجا باید یه آلونکی برای خودش داشته باشه. میگفت آدم ها زیاد عوض نشدن، فقط نگاه ها به همدیگه فرق کرده. به ما یه جور دیگه نگاه میکنن، انگار ما گذشته طولانی تر از آیندهمون داریم. وقتی توی کافه در بوداپست قهوه سفارش دادم یاد اولین قرارمان در خاطرم لغزید. روز بعد از آشنایی
در کلاس زبان از کتاب لغت کلمه کاویتاکا را حفظ کرده بودم و وقتی دعوتش کردم برای قهوه لبخندی زد و با هم راه افتادیم. قهوه را تلخ می نوشید. می گفت طعم هر چیزی خاص خودشه و باید همان را چشید. رفتم پل آتیلا را پیدا کردم. به امیدی دیدارش از روی پل گذشتم و برگشتم. هر رهگذری را با امید اینکه توپلی باشد نگاه می کردم. وقتی بعد از غروب برمی گشتم هنوز پشت سرم را نگاه می کردم. شاید ببینمش. کم کم خیلی از آدمهای اون اطراف یا به حضورم پای پل عادت کرده بودن یا مشکوک بودن. فکر می کردم وقتی مرا ببیند چه خواهد کرد؟ من چه خواهم گفت؟ روزها برایش شعر می نوشتم. آخر غروب پای پل می گذاشتم و بر می گشتم. شاید که در نبود من از آنجا گذری کنند. امیدم را از دست نداده بودم. اما پولهام داشت ته می کشید. دارا بعد از جدایی از همسرش به دنبال عشق و محبتی بود. تو کتابخونه دانشگاه دل در گلوی دختری نهاده بود و سایه‌شو ول نمی کرد. یک عشق یه طرفه. حتی یک کلمه هم جرأت نکرده بود باهاش صحبت کنه. چند روزی تو کتابخونه منتظر شد تا دختر یه لحظه از سر کتابش دور شه تا اون بتونه یواشکی یه مشتی از شکلات‌های رنگارنگ روی کتاب معشوق رها کنه. بعد خودش یواشکی تو دوردست با شوق و اشتیاق به حیرت دختری که از ترس چشمش از حدقه بیرون زده بود نگاه کنه. دختر ترسیده بود از دیدن این همه شکلات. نمیدونم دختر کلن درس و دانشگاه رو ول کرد یا کتابخونه دیگه ای پیدا کرد. اما سالهای سال در خاطر دارا ماند. اواخر بهار بود، یک بعد از ظهر بارانی و بعدش آفتاب شدید. من خیس خیس رو به آفتاب ایستاده بودم. لابلای تلعلوی تابش آفتاب، پیرهن آبی بلندی که موهای بافتش بر روی دو سینه‌اش لمیده بود نزدیکتر می شد. خودش بود، توپلی. لحظه انتظار به امید فرا رسیده بود. برخلاف همه روزها که فکر می کردم وقتی ببینمش به سویش بال خواهم کشید سر جایم می خوب بودم. وقتی از کنارم گذر کرد من پشت به او ایستاده بودم. نمی دانم چه می خواستم. به دنبالش راه افتادم و تا در خانهش در سایه‌اش راه رفتم. همان روز بر روی دیوار روبروی خانه به بزرگی قدم توپلی را نوشتم. زنگ خانه را فشار دادم. وقتی در را باز کرد من کنار دیوار پای نوشته ایستاده بودم. از فردایش نوشیدن قهوه ما روزانه شد. وقتی پدرش از این همه سماجت من باخبر شده بود با من دست داد و دیگر دوست شدیم. یک روزی تصمیم گرفتیم که ازدواج کنیم. برگشتم پاریس و دوباره چمدان سفر زندگی در بوداپست را ببندم. وقتی برگشتم او پشت در شیشه فرودگاه منتظرم بود. افسرده و پژمرده به نظر می رسید. اما هرچی می پرسیدم می گفت حالم خوب است و مشکلی نیست. دیگر کمتر
برای قهوه تلخ عوض میکردیم. ماشین ریب میزنه. همینجا وایسیم. تو مگه میکانیکی بلدی؟ همش میخواین اثبات کنین که قادرین هر کاری رو انجام بدین. آذر خانوم که امروز آزی صداش میکنه یه غذاخوری باز کرد، تا آخر کارش هم تفاوت گوشت گوسفند و گوساله رو تشخیص نمیداد. اما فکر میکنین من چجوری رستوران زدم؟ یه دوستی داشتم، رستوران کوچیکی داشت به نام خانه آفتاب. روی دیواراش من نقاشی‌هاش رو کشیده بودم. یه روز رفتم دیدم میخواد رستوران رو بقالی کنه و قفسه و یخچال را میذاره جلو نقاشی‌ها. میگفت نمیچرخه. گفتم حیفه، نکن. گفت خب تو بیا به چرخونش. نمیدونم چطور شد. گفتم باشو. یه ساعت بعدش امضا کرده بودم. تو راه برگشت تو فکر بودم چه کار کردم؟ مگه من این کارم؟ هنوزم سالهاست رستوران رو دارم. داغ کرده، باید سب کنیم خنکشه. دومی هم اومدم تو کوبا زدم. حالا چرا تو کوبا رستوران زدی؟ یه دفعه ای شد، اتفاقی بود. یه بلیط از طرف شرکت برای کوبا بهم دادن. وقتی اومدم کوبا دیدم ای بابا، این مملکت چه آفتابی داره. مردمای مهربون، زیبا، خونه ها حوض داشت، باغچه داشت، پرنده بود، عین شیراز خودمون. موندم به همین سادگی. میدونی دارا چرا دووم نیاورد؟ چون با این دوگانگی نتونست خودشو تطبیق بده. شاید هم اگر به عشقش میرسید قاطی نمی کرد و آخر هفته تو میدون شهر ادعای پیغمبری مسیحیت رو نمی کرد. می گفت ما مثل درخت پیوندی گیلاس هستیم، یا میگیریم یا خوش میشیم. تازه اگرم گرفت هیچ وقت مزه گیلاس درخت حیات پدر رو نداره. بعد یه مدت هم چمدونش رو بست و رفت وطن. اونجا هم دووم نیاورد، برگشت. میگفت اونجا هم غربته، اونا هم ما رو خارجی میدیدن. میگفت از وطن فقط مزار پدرم و دلتنگی برای برفای کوچمون باقی مونده. میگفت وقتی مهاجری احتیاج به مراقبت داری. غربت هم مثل بقیه مریضی هاست، عشق لازم داره. محبت و دوست داشته شدن را همگی نیاز داریم. همه دوست دارن یه جوری دیده بشن. بعد از دعوا با دوست پسر دخترش، پلیس اونو مجبور کرد که دورتر از دخترش به شهر دیگه ای کوچ کنه. رفت تو کلیسای دهی به بچه های اونجا نقاشی یاد میداد. دیگه با کسی ارتباطی نداشت. یه روزم توی روزنامه محلی عکسشو انداخته بودن و از عشق و محبت دارا به بچه های اون روستا کلی خاطره نوشته بودن. در آخرم مردم رو دعوت کرده بودن برای شرکت در مراسم خاک سپاری مرد مهربون شهر که زیر شیروانی کلیسا خودشو حلق‌آویز کرده. کسی دانه ز غم هستی چه به دل داره، به چه کس گویم شده روزی من چو شب تاره. نه کسی آیا
نه کسی خواند ز نگاهم هرگز روز من بشنو امشب. زمستان رسیده بود و دو روز مانده به شب ژانویه، ماهی که در غربت احساس غریبی را چند برابر می کند. همه دوستان و فامیلش جمع شده بودند. منم به تنهایی وارد سالن ازدواج شهرداری بوداپست شدم. توپولی در لباس عروس زیباتر از لحظه ای بود که پای پل آتیلا زیر نور آفتاب دیدمش. اما نشاط و شوق را از صورتش گم کرده بودم. شب رسیده بود و هر دو در سکوت خالص وارد خانه شدیم. میخواستم چیزی بگویم تا این سکوت نامفهوم را بشکنم. صدای لرزانش را شنیدم. گفت: یک درخواستی دارم، فقط نگو نه. میدانست که نه را نخواهم گفت. وقتی باشه را شنید گفت: میخواهم فکر کنم و تنها باشم، به زمان احتیاج دارم. من شب اول عروسی من اتاقی در هتل پیدا کردم، گویی که اتاق هوایی برای نفس کشیدن من نداشت. چهار دیوار اتاق از هر سوی مرا در خود می فشرد و سنگینی این همه را بر سینم احساس می کردم. برخواستم، آمدم خانه. هنوز فرصت نکردم که بگم که نمی تونم. گفت: تو قول داده بودی. و به دنبالش کیفش را برداشت و از خانه بیرون رفت. هفته ها منتظرش ماندم. دوستان خانوادش اظهار بی اطلاعی می کردن. روزها سر پل می نشستم. نزدیک غروب در انتهای پل به انتظار در آب خیره می شدم. هم او را می جستم و هم به دنبال نشانی که چرا رفت. شبها چشمم به در بود که کلیدی لای قفل در را بچرخاند. هیچ اتفاقی نیفتاد. سرگردان حیران در شهر و اطراف می گشتم. در کوچه پس کوچه های شهر نشانی از او را می جستم. به طرف خانهشان راه می افتادم، شاید سایه از او در راه ببینم و گاه گاهی پای دیواری که توپولی نوشته بودم می ایستادم و خیره خیره نگاه می کردم. دوباره برگشتم پاریس. یک روز تلفن زنگ زد. توپولی بود. گفت و قطع کرد. به فرانسوی گفت: Je voulais t'écouter pour la dernière fois. J'ai raté mon amour, mon propre amour. دیگه هرگز ندیدمش و نه صداش رو شنیدم. Oigo, ¿quién habla? ¿Qué puedo hacer para ti? Sí, compré pescado, pero camarones no puedo encontrar buenos. Entonces, tenías que llamar a Maray. ¿Y las bailarinas ya están aquí? ¿Todo está bien? Sí, estuve solo. Había mucha gente. ¿Alguien puede venir a bajar las cosas? Y ya, llego al restaurante. سی سال گذشت در این دیار مشرد. یه جوری هم که تجربهش را نداشتم. سی سال گذشت. تصاویر زمان رفته در سرازیری ذهنم به تندی بی صدا و اغلب بی ردیف و ترتیب می دوند.
اولین روز ورود به این شهر، اولین روز غربت، سرگردان برای یافتن، تلاش برای ماندن، تلاش برای ماندن، دیدن و عادت به خانه ها و مردمان، کلاس زبان، تحصیل کسب و کار، یاد گرفتن، اعتراض داشتن، یاد گرفتن، اعتراض داشتن، داخل اتاق گام نهادن، کفش داخل اتاق گام نهادن، هر قراری را در تقویم یاد داشت کردن، گاه گاهی حیوان خونگی داشتن، با کارد و چنگال خورشت خوردن، دور همیهای سالهای دور همیهای سالهای نخست، خندیدن و خندیدن و خندیدن به عکسهای نچندان قدیمی من، فکر این که به زودی بر میگردی، فکر این که آنها به زودی بر میگردند و آنها به انتظارت هستند، عصرها صندوق پستی را به هوای نامی باز کردند، دیگر نه پستی و نه حوصله‌ای برای ارسال و نه خاطری جز تکرار، حرفی و خاطری برای گفتن، پرنده ها به هنگام مرگ به آشیانه باز می‌گردند، هوای ابری و بهالو، طعمی دیگر از زمستان و بهار، از زمستان و حس جمعه ها در یک شنبه، حس جمعه ها در یک شنبه، رضا و اسقر و جمشید در هفته های خود پنهان، جمشید در هفته های خود پنهان، شاید این شاید همان این همان غربت باشد، غربت باشد، فاصله فاصله، عشق، تنهایی، تنهایی، غربت یعنی اگر دست به خودکشی نزنی، تونستی با تنهایی کنار بیایی، کنار غربت به سه رنج کشیدن و دوام آوردن، عادت به وضع موجود با گاهی دلتنگی هایش، گاهی دلتنگی هایش. این که چرا اومدی کوبا رو فهمیدم، اما چرا دوباره رستوران زدی؟ غربت حسی است که یک مهاجر همیشه آن را با تلخی و گاهی با لبخند احساس میکند. مهاجرت یک حس، یک قصه بی پایان. برای ترسیم این حس هیچ معیار و تجربه ای نداری، فقط از روی ناچاری قادری گاه گاهی حدس بزنی. یک جوریم، یک حالیم که نمیدانم، انگار نیازی را جا گذاشتم، یه چمدان خالی، انگار نیازی را جا گذاشتم، محبت، عشق، میدانم کجاست. وقتی اومدم کوبا، دومین رستوران را به اسم توپولی توی این شهر هاوانا زدم. شاید روزی توپولی گذرش به این شهر افتاد. رستوران توپولی را دید. اومد تو تا با هم قهوه تلخی بنوشیم. شاید روزی توپولی گذرش به این شهر افتاد. رستوران توپولی را دید. اومد زنگ تلفن صبح زود یک شنبه فقط مادرم میتوانست باشد. محاسبه تفاوت ساعت با پاریس برایش مشکل شده. تولدم را تبریک گفت.